سلام و درود به شما دوستان و همراهان عزیز عارف عارفکی ها خواننده پاپ موسیقی ایران است که به سبک اپرا می خاند. در این ویدیو به بیوگرافی ماجرای ازدواج و طلاق از همسرهای سابقش و همچنین ماجرای تصادفی که سرنوشت عارف را تغییر داد میپردازیم لطفا قبل از دیدن ادامه ویدیو کانال را سابسکرایب کنید و زنگوله کنارشم فعال کنید عارف عارفکیا متولد 19 مرداد 1319 در تهران است. پدرش عبدالله عارفکیا راننده کامیون و اهل اردبیل و مادرش تاهره اهل باکو از کشور آذربایجان دانشجوی انصرافی رشته دندان پزشکی از دانشگاه مسکو می باشد. مادر بزرگش خواننده اپرا بوده که در جنگ جهانی دوم به همراه دخترش تاهره راهی ایران شد تا اینکه تاهره با پسر امویش عبدالله ازدواج کرد. عارف دو برادر به نامهای محمد رزا و علی رزا و یک خواهر به نام شهرزاد دارد. عارف وقتی سه ساله بود پدر و مادرش به خاطر اختلاف در طرز فکر از یکدیگر جدا شدند و سرپرستی عارف به مادرش سپرده شد. او با شنیدن موسیقی های اصیل آذربایجان به سمت یادگیری ساز زرب و ویولون رفت تا اینکه خوانندگی را یاد گرفت. عارف در دوران تحصیل در یک کارخانه لاستیک سازی به عنوان کارگر ساده مشغول به کار شد و از آنجا که در هنرستان زبان آلمانی را فرا گرفته بود خیلی زود در کارخانه پیشرفت کرد. اما بعد از فارغ التحصیلی تحصیلی و مشمول شدن عارف از کارخانه استعفا داد و پیگیری معافیت خود گردید عارف بعد از گرفتن دیپلم برای کسب درآمد مسیرهای متفاوتی را طی نمود و به همراه یکی از دوستانش که یک نقاش ماهر بود مدتی را به طراحی بیلبوردهای تبلیغاتی پرداخت تا از این راه کسب درآمد کند از آنجا که عارف رشته درودگری را به صورت علمی فرا گرفته بود می توانست در مشاغل های مختلف در رابطه با این رشته فعالیت کند. به همین دلیل در آزمون استخدام دبیری شرکت کرد و بین 800 نفر شرکت کننده بین 10 نفر ممتاز قرار گرفت و به عنوان دبیر به هنرستان صنعتی قزوین معرفی شد و بعد از قبول شدن در آن آزمون عارف مجبور بود سه روز در هفته را به قزوین برود و در آنجا به تدریس بپردازد. و از آنجا که اتومبیل شخصی نداشت عارف ساعت پنج صبح خانه را ترک میکرد و خودش را به می رسند چرا که باید ساعت هشت صبح سر کلاس حاضر شود اختلاف سنی عارف و شاگردانش خیلی کم بود چون خودش هم تازه دیپلم گرفته بود و سال قبل شاگرد مدرسه بود سعی میکرد با شاگردانش دوست باشد و هم سختگیر تا آنها درس را به خوبی یاد بگیرند بعد از دو نیم سال عارف در حین بازگشت از قزوین بود که دچار حادثه شد یکی از دوستان عارف به همراه عارف و دو نفر دیگر قصد برگشت به تهران را داشتند که ناگهان اتومبیل آنها منحرف شده و چپ می کند. و در این حادثه فقط عارف صدمه می بیند. او از ناحیه پشت گوش و قفسه سینه به شدت مصدوم شد و به طوری که 20 روز خانه نشین شد و مادرش به تنهایی از او پرستاری میکرد بعد از بهبودی نسبی عارف به اداره فرهنگ قزوین و هنرستان محل کار خود مراجعه کرد و ماجرای تصادف و مصدومیت خود را برای مسئولین شهر داد که البته مسئولین ادعای عارف را قبول نکردند و با سردی با او برخورد کردند چون که عکسی از عارف در مجله تهران دیده بودند و غیبت غیر موجه او را به خوانندگی در تلویزیون مربوط میدانستند. به همین دلیل فعالیت و اشتغال عارف را به حالت تعلیق درآوردند و عارف مغموم و ناراحت به تهران بازگشت. آقای عارف چهار بار ازدواج کرده که حاصل این ازدواج ها چهار دختر به نام های سهیلا، سابرینا، نازلی و نیکیتا می باشد که در اروپا و آمریکا زندگی می کنن. او همچنین یک پسر به نام سوهیل داشت که در سن 41 سالگی به دلیل سرطان لوزالمده درگذشت. همسر وی در حال حاضر خانمی به نام اصل آزاد می باشد. شهرت عارف در سال 1341 با ضبط اولین ترانش با همکاری پوران به نام هفت آسمون در صفحه گرامافون شروع شد و او را به اوج شهرت رسوند. او از سال 1351 تا 52 گروه موسیقی بهکده را تأسیس کرد و با همکاری سوسن، پوران و آقاسی در بیمارستان ها و آسایشگاه روانی به صورت رایگان اجرا می در سال 1347 با خواندن آهنگی در فیلم سلطان قلب ها به همین نام معروف شد و در کنار آن با نام هنجر تلایی شناخته شد عارف در سال 1344 با فیلم در دنیا بیگانه بودم بازیگری را در نقش خانندگی تجربه کرد و سپس تا سال 53 در شش فیلم دیگر با های متفاوتی حضور داشت با این حال او میگوید که ادعای هنرپیشگی ندارد چون خوانندگی را بر هنرپیشگی ترجیح میدهد اما بعد از انقلاب 57 عارف هفت, هفت ماه در ایران ماند و چند آهنگ انقلابی نیز اجرا کرد اما در نهایت مجبور به ترک وطن شد و در سال 1358 به انگلیس رفت و تصمیم داشت بعد از مدت کوتاهی راهی آمریکا شود که به دلیل تسخیر سفارت آمریکا مشهور به لانه جاسوسی و باطل شدن پاسپورت ایرانی مجبور شد که در لندن ساکن شود بعد از دو نیم سال فعالیت در کلاب های ایرانی و مهمانی ها با سفیر آمریکا آشنا شد که توسط وی به آمریکا مهاجرت کرد و در لس آنجلس ساکن شد. آقای عارف میگوید هیچ وقت از مشروبات الکلی استفاده نکردم و انسان با خدایی هستم. وی تأکید کرد که عاشق حرم امام رضا و همچنین در برنامه هایش از آرزویش که بازگشت به ایران بود سخن به میان می آورد. این حرفها به گوش نیروهای امنیتی ایران رسیده و شرطی برای بازگشت عارف تعیین نمودند. نوشتن توبه نامه، فراموش کردن هنر خوانندگی و حضور در اجتماع کمتر از پنج نفر و این شروط برای عارف بسیار سنگین و دردناک بود و همانند برخی از همکارانش آن شروط را نپذیرفت. در دهه 1380 به دوبه نقل مکان کرد و همراه همسر جدیدش ساکن این کشور شد او بیش از ده سال هر شب به جز ایام سوگواری در دوبه برنامه اجرا می کند و از این طریق با ایرانیان داخل کشور و خارج از کشور در ارتباط است تمامی اعضای خانواده عارف مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ و دایی و خاله های ایشان دوستدار سلطنت پهلوی بودند و با احترام شدیدی در مورد شاه صحبت می کنند. او خانوادهش را با اصطلاح شاه دوست و به زبان آذری شاه زبان معرفی می کند. او می گوید در بسیاری از مهمانی هایی که در کاخ نیاوران برگزار می شد برای اجرای برنامه از او دعوت به عمل می آمد و در یکی از مراسم ها که جهت استقبال از مهمانان عرب زبان بود با گوگوش برنامه ای را اجرا کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت در یکی از مراسم های دیگر محمد رضا شاه تقاضای خواندن آهنگ ای خدا حرفی بزن درخواست شد و او اجرا کرد همچنین در یکی دیگر از مراسم ها شهبانو فرح درخواست قلب چوبی را می دهد که با رقص دو نفره شاه و شهبانو این ترانه نیم ساعت به طول انجامید. با آرزوی سلامتی و تندرستی و موفقیت برای این خواننده محبوب کشورمون خیلی خیلی ممنون از همراهی شما دوستان عزیز لطفا شما هم یک جمله در وصف این هنرمند برامون کامنت کنید و اگر هنوز عضو کانال نیستید لوگو سرنوشت را در پایین تصویر مشاهده می کنید که با یک کلیک ساده میتونید عضو کانال بشید و ویدیوهای ما رو دنبال کنید خیلی خیلی مواظب خودتون باشید تا ویدیو بعدی خدا نگه دارد.